سلام، من زهرا هستم از تورنتو کانادا. به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. اگر ولاگ قبلی رو ندیدید که من اونجا سال نو رو تبریک گفتم، اینجا بهتون میگم سال نوتون مبارک باشه و امیدوارم که امسال جز اون سالهایی باشه که تو ذهنتون بمونه و بگید که عجب سال خوبی بود. تو این ویدیو میخوام بهتون جواب سوالای پرتکرار و البته یکم عجیب و غریب شما رو که توی اینستاگرام معمولا ازم میپرسید رو بدم و اگر که تو اینستاگرام من رو فالو ندارید اونجا من رو فالو کن. اگرم هنوز سابسکرایب نکردید به کانال یوتیوب من، ممنون میشم که این کارو بکنید. یه قلبی، لایکی، کامنتی، یه چیزی هم بذارید که ببینم هستید. مرسی. یکی از سوالایی که ازم پرسیدید اینه که کار کردن با ایرانیا راحته یا کانادایی ها؟ جواب این سوال رو اگر توی یک کلمه به صورت مختصر و مفید بخوام بهتون بدم، با ایرانی ها یک کمی کار کردن سخت تره. حالا چه جایی که شما کارفرما هستید یا کارمند هستید و همکار ایرانی دارید، در کل یک کمی سخت تره، مخصوصا با اونهایی که نیوکامر هستن. دلیل اصلش هم اینه که آشنا نیستن با فرهنگ اینجا. مثلا بخوام براتون مثال بزنم، من یه همکاری داشتم که توی محیط کار که منم اونجا کارمند هستم با من فارسی حرف میزد یه وقتایی تو سر کار. خب این در حد حالا چند تا موردی که پیش بیاد به نظر من اوکی هست، ولی وقتی تکرار میشه قشنگ نیست، چون زبان رسمی اون کشور و اون شرکت قطعا فارسی نیست و ممکنه رئیس شما، همکار شما یا هر کس دیگه فکر کنه که شما دارید راجع به چی صحبت میکنید. حالا اگه مثلا یه چیزی هم تعریف بکنید و بخندید، شاید فکر کنن که یه چیزی پیش اومده که نمیخواید بقیه بفهمن یا چیزی این شکلی. متوجه منظورم میشید؟ توی محیطی هم که شما کارفرما هستید، مثلا ورکشاپ هایی که من دارم برگزار میکنم ازم مثلا درصد تخفیف بیشتری رو میخواید که خب متناسب با چیزی که بقیه پرداخت کردن نیست و انصاف نیست. وقتی اینو توضیح میدیم یه کمی گارد میگیرید. یا اینکه بعضیا میخوان بدون اینکه وجه رو پرداخت بکنن توی ورکشاپ شرکت بکنن و من بازم بهشون حق میدم. اونم دلش این هستش که کسایی که از ایران میان شاید هنوز نمیدونن که برای خدمات حرفه‌ای باید پول پرداخت کرد. خدمات حرفه‌ای رایگان نیست و البته ارزون هم نیستش. حالا عددی که ما تعیین کردیم واقعا عدد کمی هست نسبت به جاهای دیگه که سرویس های مشابهی رو ارائه میدن. یک کلام اگه بخوام بگم، کار کردن با ایرانی ها یه کمی سخت تره، اونم به خاطر عدم آشنایی با فرهنگ کانادایی آمریکایی هستش، وگرنه بعد از مدتی اونها هم این رو متوجه میشن و کم کم قضیه براشون راحت تر میشه. حالا بعدی که شما ازم پرسیدید اینه که چرا ساعت 4:30 پا میشی؟ آیا از اونور زودتر برمیگردی خونه برای اینکه 4:30 پاشی بری سر کار زودتر؟ و چند نفری هم خیلی بانمک بودن ازم پرسیده بودن که خب تو که ساعت 4:30 پا میشی، تو نونوایی یا کله پزی کار میکنی که اینقدر زود میری سر کار؟ جواب این سوال البته خیلی کوچولو در حد یک دقیقه توی اینستاگرامم دادم، ولی من نه توی کله‌پزی کار میکنم نه توی نونوایی کار میکنم. چند تا دلیل داره و این مربوط به کانادا نمیشه. من توی ایران هم که بودم این اتفاق برای من افتاده بود و یه کمی عادت. خب داشتم بهتون میگفتم این وسط باتری دوربین تموم شد و من مجبور شدم که باتری رو عوض بکنم. من از تهران همچین عادتی رو داشتم و دلیلم تو تهران این بودش که محلی که من کار میکردم خیابون وزرا بود و طرح ترافیک بود و من به هیچ عنوان راضی نبودم که بدون ماشین بخوام برم اونجا، چون خب وسایلی هم که میبردم خیلی برام سنگین بود که با اتوبوس و مترو و تاکسی بخوام ببرمشون. برای همین خیلی زودتر از موعد وارد محدوده ترافیک میشدم که جریمه نشم و موقع برگشت هم دوباره ساعت بیشتری رو میموندم که وقتی که میخوام از محدوده طرح ترافیک خارج بشم اوکی باشه. حالا الان نمیدونم که قوانین چی شده و چه جور تغییر کرده، ولی میخوام بهتون بگم که من این عادت رو از ایران داشتم که اگر که مجبور شم این کار بکنم. ولی خب اینجا برای اینکه کارم رو زودتر شروع بکنم و از اون طرف زودتر تموم بکنم با رئیسم صحبت میکنم قبل از اینکه شروع کار، یعنی یکی از شرایطم هستش. اگر که قبول بکنن که خب من خیلی خوشحال تر میشم.
اینجوری خب تو ترافیک کمتری آدم میمونه. و یه دلیل دیگه هم که داره برای من اینطوریه که من آدم صبح هم، یعنی در طول صبح خیلی انرژیم، تمرکزم و بهره وریم بالاتره. اینه که خب برام خیلی مفیدتره و کلا وقتی صبح خیلی زود پا میشم اون روز برام خیلی مفیدتر میگذره. ولی خب از یه طرفی باید سر یه ساعت مشخص هم سعی کنی بخوابی، زودتر بخوابی. اگر که مثلا یه مدت طولانی کار نکنی، مثلا یه هفته تعطیلاتی باشه، شبا تو دیر وقت بیدار بمونی، اینکه دوباره برگردی به تنظیمات کارخونه و دوباره مثلا 9 شب 10 شب سعی کنی بخوابی یه کمی سخته، تنظیمات تو به هم میرزه. ولی کلا یه روتین مشخصی تو شبا باید داشته باشی که سعی کنی سر یه ساعت مشخصی بخوابی. و اینکه اگه آدم نوع خودش هم بشناسه، یعنی بدونه که تمرکزش و اون بهره وریش توی چه ساعتی از روز بالاتره و بهتره، خب بهش بیشتر کمک میکنه که بتونه برنامه زندگیشو تنظیم بکنه که مثلا شبا میخواد بیدار بمونه یا صبح خیلی زودتر بیدار بشه. هر آدمی متفاوته ولی در مورد من صبح بیشتر کار میکنم. و خب من صبحم که زودتر میرم سر کار، از اون برم خیلی زودتر ساعت کاریم تموم میشه، میتونم بیام خونه یا اگر که جایی میخوام برم کار میخوام انجام بدم دیگه به کار و زندگی و اینا برسم. سوال بعدی که ازم پرسیدی اینه که چجوری مهاجرت کردی؟ آیا از طریق ازدواج رفتی؟ یا پدر و خانواده پولداری داشتی؟ جواب این سوالو میخوام بهتون بدم. اونایی که منو میشناسن میدونن که پروسه مهاجرت من طولانی بودش و هیچ دلیل خاصی هم نداشت، به خاطر در واقع نامنگاری ها و پروسه های اداری که کلن بودش. کلن کانادا یکی از اون کشورهاییه که خیلی مورچه‌ای میره جلو. نمیدونم حیوان تنبل رو دیدید یا نه، که دقیقا مثل همون هست. من سال 2011 اپلای کردم، مدارکم رو البته اردیبهشت ماه میشدش، ماه می 2011 مدارکم رو ارسال کردم به کانادا و دقیقا دو سه ماه بعد مدارک من کلن برگشت خورد که من دیگه رفتم که سکته رو بزنم. فکر میکردم که فایل نامبر من اومده، در صورتی که فایل نامبرم نبود، کل مدارک منو برگردونده بودن و یه نامه روی مدارک من گذاشته بودن که نگران نباش، همه چی خوبه، فقط دوتا جایی رو که برات علامت ضرب در گذاشتیم رو امضا نکردی، اینا رو برامون امضا کن. یادم نمیاد یه جا یا دو جا، ولی حالا anyway جای مهمی بود، اون جایی که نگید من صحت تمامی مطالب رو دقیقاً کانفرم میکنم و اینا همه اطلاعات درست هستش. خب امضای مهمیه، امضا کردم فرستادم و سرتون رو درد نیارم، سالها خبری نبودش و کلن من سال 2016 ویزا گرفتم. میتونم بگم اردیبهشت 2016 ویزای من اومدش، که چه روز خوبی هم بود. یادمه که روزی بود که من دوباره توی وزرا کار میکردم، طرح ترافیک بود، سه شنبه بود و من سه شنبه ها نمیتونستم زودتر از طرح ترافیک خارج بشم. میرفتم سینما، سر اون خیابون وزرا یه سینمایی بود، اگه اشتباه نکنم سینما آزادی، یه فیلم میدیدم اونجا و کوچه اولم یه ساندویچی بودش. نمیدونم اگر که هنوز هست بهم بگید یا میشناسید اون محدوده رو. میرفتم در واقع شام میخوردم، یه فیلم هم میرفتم تنهایی با خودم میدیدم و بعدش برمیگشتم خونه. اون روز بعد اینکه من فیلمو دیدم اومدم توی تلفنم همینجوری ایمیلامو نگاه میکردم، رندوم همینجور چک میکردم، دیدم که ای یه ایمیل اومده از اداره مهاجرت که بله من دیگه باید پاس ریکوست شدم و بعد پاسپورتمو میفرستادم ترکیه که ویزا رو در واقع صادر بکنن. مهاجرت من از روش اسکیل ورکر استان کبک بود. من هم با زبان فرانسه میخوندم و هم زبان انگلیسی بهشون مدرک میدادم، برای هر دو زبان از من مدرک میخواستن. و اتفاق دیگه‌ای هم که افتاد این بودش که من از روز اولی که وارد کانادا شدم پی آر بودم، از طریق ازدواج نیومدم و خودم مستقل اپلای کردم، وکیل هم حتی نداشتم، همه کار خودم پیش بردم و منبع موثقی هم که بهش رجوع میکردم خود سایت اداره مهاجرت کانادا بودش که سایت دولتی موثق‌ترین منبعه. به شما هم پیشنهاد میکنم که از این منبع استفاده بکنید. و مورد دیگه ای هم که هستش اینه که در زمانی که من اپلای کردم انقدر اصلا اینستاگرام وجود نداشته، راستش رو بخواید سال مثلا 2011 کسی اصلا از اینستا
اینستاگرام فکر کنم اصلا موقع اصلا نبود تو ایران که حداقل نبودش، بیشتر همین گروه های تلگرامی بودن و سایت اپلای ابراد که برای بچه های ایرانی هم یه سکشنی وجود داشتش که فارسی تایپ میکردن و میتونستی از اطلاعات و تجربیاتشون استفاده بکنی. و تمام پروسه مهاجرت رو هم من خودم هزینه‌هاشو پرداخت کردم، از خانواده کاملا معمولی هم هستم و البته بگم که الان میدونم اوضاع اقتصادی ایران اصلا مثل اون دورهی که من اومدم نیستش و من هر بار که برمیگردم به ایران برای مسافرت این رو میبینم که چقدر قیمت ها نسبت به مثلا 2 سال پیشی که من ایران بودم چقدر عوض شده، چقدر حداقل من رو شوکه میکنه و میدونم که الان مهاجرت کردن با اوضاع دلار و گرونی هایی که وجود داره چقدر سخت تره، ولی میخوام بهتون بگم که میتونید یه سری کارها رو خودتون از طریق سایت های دولت انجام بدید و هزینه رو در واقع اسکیپ بکنید به جای اینکه به مشاور یا وکیل بخواید پرداخت بکنید و در انتخاب مشاور و وکیلتون هم خیلی دقت بکنید، چون حداقل برای دوستای من که اون دوره همزمان با من اپلای کردن خیلی مشکلات به وجود اومده شو خیلی خیلی استرس کشیدن که خب اصلا چیز خوبی نیست. بریم سراغ سوال بعدی. تو سوال بعدی اینه که چجوری سی پی ای شدی؟ یه ویدیو براتون میذارم که حتما نگاه بکنید که لینکشو احتمالا یا اینجا یا نمیدونم اینجا دقیقا، من اینو هیچ وقت یاد نگرفتم که کجا قرار میگیره، حتما اون ویدیو رو نگاه کنید. تقریبا میتونم بگم از سیر تا پیاز سی پی ای شدن رو اونجا بهتون توضیح دادم، حتی از هزینه ها، آینده شغلی این در واقع تایتل، اهمیتش. و یه چیزی هم توی پرانتز بهتون بگم، اگر فقط دنبال این هستید که افزایش حقوق داشته باشید دنبال سی پی ای نرید، بعضی رشته ها هستن که مسیر راحت تری رو برای شما دارن و میتونید درآمد خیلی زیادی هم از طریق اون رشته ها در واقع به دست بیارید، ولی اگر که در کنار در واقع پروموشن شغلی و افزایش حقوق توی محیط کارتون دنبال دیسیپلین، دنبال پوزیشن اجتماعی، دنبال این که وقتی توی یک جمعی وارد میشید دوستتون شما رو با افتخار در واقع بخواد معرفی بکنه، دنبال این هستید که یک تراستی وجود داره بین آدم ها، اگر دنبال این چیزا هستید برید دنبال سی پی ای و این کار رو انجام بدید و این تایتل رو بگیرید. ولی اگر فقط دنبال این هستید که افزایش حقوق داشته باشید، به نظرم رشته های دیگه ای هم وجود دارن که شما از اون طریق میتونید درآمدای بالایی رو داشته باشید و توی دیسیپلین داشتن این رشته واقعا توی رفتارهای شخصی و زندگی شخصیتون هم تاثیر میگذاره و اصلا و اصلا به هیچ وجه اجازه ندید که کسی یا آدمی به هر دلیلی حالا بیا بریم یه مهمونی دیگه، حالا یه ناهار دیگه، حالا این کار رو بکنیم اتفاقی نمیافته، حالا یه روز درس نخونی چیز نمیشه. میخوام بهتون بگم آماده بکنید خودتون رو واسه اینکه به این آدم ها جواب نه قاطع بگید و اینه که یکی از چیزایی که من دارم بهتون میگم و تأثیر میگذاره روی رفتارهای شخصیتون، قاطع بودن شما رو محکمتر میکنه در اینکه یک کسی وقتی یه پیشنهادی بهتون میده شما سر برنامه خودتون وایسید بتونید نه قاطع رو بگید. و به نظر من اسم این موضوع یا اصلا اینجور جواب دادن بی احترامی نیستش، ما یه کمی بی احترامی و من فکر میکنم که اشتباه برداشت میکنیم سر اینکه حالا اگه بزرگتری همچین حرفی به ما میزنه یا کس دیگه ای به ما اینو میگه که تجربه و حالا سن و سال و نمیدونم سابقه کار بیشتری داره. نه، به نظرم احترام دو طرفه هستش و ما باید به برنامه های هر دو طرف احترام بگذاریم. و چیزی که ازم میپرسید که اخیرا یه نفرم تو اینستاگرام ازم پرسید که گفتن که سریع ترین راه برای سی پی ای شدن چی هستش؟ بچه سریع ترینی وجود نداره. اگه میخواد واقعا سی پی ای بشید باید دوره لازم رو بگذرونید، یعنی اون زمان، اون سختی ها، اون بیخوابی ها، اون استرس ها، اونا رو بگذرونید. نمیخوام بهتون بار منفی بدم یا اینکه بگم که او این خیلی سخته، من موهام سفید شد، من این کارو کردم، من بیخوابی کشیدم. آره واقعا این کارا و این چیزا اتفاق میفته، استرسش واقعا خیلی زیاده، خیلی باید سخت کوش باشید، پشت کار زیادی باید داشته باشید که میبینید که نمیدونم شاید چنیده باشید خیلی ها مخصوصا ایرانی ها توی این مسیر گیواب میکنن و میگن که اصلا نمیخوان، عطاشو به لقاش میبخشیم.
ولی بهتون میخوام بگم که سریع ترینی وجود نداره. شما توی هر درسی که پاس میکنید کلی مطلب یاد میگیرید و فقط یاد گرفتن این مطالب نیست، شما زبان انگلیسیتون رو بهتر میکنید توی مطالب تخصصی رشته خودتون. شما بخشی از فرهنگ این کشور رو در کنارش دارید یاد میگیرید. شما قوی تر میشید برای اینکه مقالات و اطلاعات موثق تری رو بخونید. فقط این نیستش که درس ها رو پاس بکنید. در کنار پاس کردن درس ها، در کنار اینکه شما نزدیک میشید به اینکه تایتل CPA رو بگیرید، در کنار همه اینها شما دستاوردهای دیگه هم دارید که به نظر من دنبال راه سریع نباشید، چون واقعا نهایتا به ضرر خودتون تمام میشه. اینم بگم و برم سراغ سوال بعدیتون. اینکه چند وقت پیش نفر به من پیام داد که ایشون PhD حسابداری هستن از ایران، اومدن کانادا و اصلا توی ایران هم جز در واقع انجمن رسمی حسابداران بودن. کانادا بهشون کلی درس رو معافیت داده و ایشون از کوروان، حالا اصطلاحاً کوروان بهش میگیم، شروع کردن به درس پاس کردن. به من زنگ زدن گفتن که من این درس مالیات رو اصلا متوجه نمیشم، که من تعجب کردم، گفتم که شما اصلا درس مالیاتی گذروندین؟ گفتن که نه، یهو کانادا به هم از این درس رو داده. و به نظر من این کار خیلی غلطه و دیگه ما حداقل میدونیم که هر کشوری قوانین مالیاتش با کشور دیگه متفاوته. حتی آمریکا با کانادا هم خیلی با هم دیگه متفاوت هستش و نکنید این کارو. هر چقدر بیشتر زمان بگذارید به نفع خودتون هستش. امیدوارم که توضیحات من کافی بوده باشه، چون بیشتر از این واقعا نمیتونم توضیح بدم یا بگم که چرا این موضوع اینقدر اهمیت داره. و سوال آخری هم که پرسیدید اینه که زندگی تو کانادا سخته، این همه ازش بد میگن، این همه میگن کار نیست، گرونیه، نمیدونم دزدی زیاده، خلاف زیاد شده و چیزای این شکلی. یه چیزی من همیشه میگم که بچه‌ها این حرفی که میشنوید که کار نیست، ببینید از چه کسی دارید میشنوید. اون آدم توی چه سطح تخصصی هستش، چه شخصیتی داره، چه زبانی رو داره و اگر که موفق نشده کار پیدا بکنه دلیلش چی بوده واقعا. برای اینکه ما داریم وارد یک کشوری میشیم که زبانش با زبان کشورمون متفاوته، گاهی لازم هستش که اینجا دوره بگذرونیم، حالا کوتاه مدت یا بلند مدت بخوایم یه دوره هایی رو بگذرونیم. و مهمترین فاکتوری که شما باید داشته باشید که بتونه به کار کردنتون، به آشنا شدن با فرهنگ این کشور و اصطلاحاً اینتگریت کردن کمک بکنه، زبان اون کشور هست. خب اگر که شما زبان نمیدونید، نمیتونید بگید که نه من کار پیدا نکردم چون کار نیست. نه، شما کار پیدا نکردی چون زبان خوبی نداشتی یا اصلا زبان بلد نبودی. کانادا توی این چند سال گذشته سیاست‌های مهاجرتیش رو خب خیلی راحت تر گرفتش، به خاطر اینکه مهاجر نیاز داشتش، نیروی متخصص لازم داشت، ولی به این موضوعش فکر نکرده بود که اگر که در رو باز بکنه خیلی راحت عده زیادی میتونن بیان و حتی بدون فکر کردن، بدون اینکه اصلا ایده‌ای راجع به مهاجرت داشته باشن، صرف اینکه کانادا جای خوبیه، آینده داره، برای خودم بهتره، برای بچه‌هام بهتره، وارد این کشور بشیم. بعد که وارد شدن دیدن که او نه، نمیتونیم از پس هزینه ها بر بیاییم، به خاطر اینکه زبان بلد نیستیم یا تخصصی که ما داریم اینجا باید بریم براش دوره طولانی مدت یا دوره گرونی رو بگذرونیم که بتونیم کار پیدا بکنیم و چیزای مشابه این شکلی. این اتفاقی هستش که حالا به موضوعات دیگه دامن زده و مزید بر علت شده که بگیم کانادا الان جای ایدئالی شاید مثل سابق نیست. بله، واقعا شرطش با خیلی سال پیش، مثلا 10 سال پیش، 20 سال پیش تغییر پیدا کرده. اونم به خاطر اینه که از همه جور آدم یا میتونم بگم همه ملیتی وارد این کشور شدن، ولی نمیتونیم تأثیرات کرونا رو هم نادیده بگیریم و هنوز کانادا و خیلی کشورهای دیگه در حال استیبل کردن شرایط اقتصادیشون هستن یا نرخ بهره‌های بانکی هستن، که این کار راحتی نیست، زمان بر هستش، ولی چون کانادا از
سیاست های مهاجرتیه که راحت گرفت عده زیادی وارد شدن و موفق نبودن، جزء اون دست مهاجرای موفق نبودن، اسمش خیلی بولد شد سر اینکه الان کانادا اوضاعش خیلی خرابه، خیلی گرونیه. شما اگه نگاه بکنید آمریکا هم گرونی هستش، استرالیا هم گرونی هستش. اینا مواردیه که چون من توی این کشور دوستای زیادی دارم و صمیمی و نزدیک من هستن میتونم بهتون بگم. یکی از دوستای خیلی خیلی خوب من که توی ایالت آریزونا زندگی میکنه و چند تا ایالت عوض کرده و الان فعلا توی این ایالت داره زندگی میکنه، همیشه از بهرهای بانکی که زیاد شده میگه، ولی میگم به خاطر اینکه کانادا خیلی مهاجرپذیرتر هستش از آمریکا و در مقایسه با استرالیا راحت تر گرفته این سیاست هاشو توی دو سه سال گذشته، اینه که اسمش بیشتر سر زبون افتاده، سر اینکه دیگه جای ایدئالی نیست، دیگه جای خوبی نیست، نریم دیگه کانادا. همیشه نگاه بکنید ببینید این حرفی که بهتون میزنن که هنوز کار پیدا نکردیم، ببین از کی دارید میشنوید. یعنی اگر که اینطوری بهش نگاه بکنیم یکمی درکش برامون راحت تره. و من خیلی خوشحالم که این پابلیک پالیسی دوباره تمدید شد تا آخر فوریه 2025. اونم فقط و فقط برای کسایی خوشحالم که سطح زبان خوبی دارن، دانش خوبی دارن، آدمهای بسیار پرتلاشی هستن، لزوماً باهوش نه، من با باهوش بودن آدمها تو سطح موفقیتشون واقعاً اعتقاد ندارم. مهم هستش که هوش معمولی داشته باشیم ولی پشت کار و سخت کوشی بیشتری داشته باشیم. من برای اونها خوشحالم که اونها میتونن از این فرصت استفاده بکنن، وگرنه از کسایی که چه توی اینستاگرام، چه اینجا، چه توی صحبت‌ها و مجالس دیگه ازم میپرسن که ما بیایم کانادا، میگم آقا اگر که زبان خوبی ندارید it's a waste of time and money، هم پولتون هم انرژیتون هم فرصت‌های دیگه‌تون از دستتون میره. امیدوارم که جواب سوالتون رو داده باشم. سوال خیلی زیاد دیگه ازم پرسیدید، من تو نمیخوام ویدیو رو طولانی بکنم و از حوصله شما خارج بشه. بازم اگه سوالی دارید حتما ازم بپرسید، حالا یا توی کامنت های اینستاگرام یا توی کامنت های یوتیوب، و میدونم که تا الان سابسکرایب هم کردید. اگر که نکردید خیلی ازتون ممنون میشم که سابسکرایب بکنید، این خیلی به من کمک میکنه که هم انگیزم بیشتر شه، ویدیوهای بیشتری بسازم و بتونم کانتنت مفیدتر و بهتر در اختیارتون بگذارم. اگر هم که این ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم لایک کنید و یه قلبی، کامنتی، گلی، سبزی، چیزی هم برام بگذارید اون پایین که ببینم که هستید. و البته که این باز خیلی به من کمک میکنه که این ویدیوها بیشتر ریکامند شه و آدمای بیشتری بتونن ببینن و به کانال من بپیوندن. بازم مرسی ازتون، امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید توی این فصل قشنگ بهار و خوش گذشته باشه بهتون. برای هدفهاتون تلاش بکنید، سخت کوشی هوشمندانه جواب میده. روز روزگارتون خوش. خداحافظ.